امروز عاشوراست. عاشورا برای ما با گذشت 10 سال یادآور خون به ناحق ریخته شده عزیزی است به نام شهرام. شاید اگر اون سالها دادگاهی تشکیل میشد برای کسانی که با ماشین نیروی انتظامی به جان مردم افتادند و از روی مردم عبور کردند، شاید اندک مرهمی میشد بر دل داغ دیده خانواده های آنها. اما شما چه کردید؟ شهرام را کشتید و جنازه‌شو 7 روز دیگر تحویل دادید. با خود نگفتید پشت پیکر بیجان شهرام خواهری شجاع ایستاده است که جانی دیگر میدهد اما سکوت نمیکند. الان و با گذشت چند سال از اون اتفاق، همان خواهر با اتهامات واهی در دستان همان افراد اسیر است و نزدیک 30 روز است که شبها را با نوشتن نامه برای فرزندان خود و روزها را با صحبت با قطرات آب پشت سر میگذارد. مادر من حتی اجازه گرفتن وکیلم نداره که از خودش دفاع کنه، اما بدونید به همراه تنی چند از دوستانشون پیگیر مطالباتی هستند که در قالب بیانیه‌ای به شکل کاملا مسالمت‌آمیز و به صورت علنی مطرح کردند که صداشون رو به گوش مسئولین برسونن. من از مسئولین میخوام که این صدا رو بشنوم و به خط به خط این بیانیه پاسخ بدهند. مادر من خانم حوریه فرجزاده 4 فرزند دارد و این را بدانید اگر قرار باشد ظلمی دیگر به خانواده ما و به ویژه مادرم تحمیل شود، ما 4 فرزند سکوت نخواهیم کرد و ما رو هم باید اسیر کنیم.